آیوس17 بالاخره رونمایی شده و اولین نسخه آزمایشی اون در اختیار توسعه قرار گرفته توی این ویدیو میریم سراغ تغییراتی که توی iOS 17 مشاهده شده و اگه براتون جالبه که با تغییرات iOS 17 آشنا بشید میتونید ادامه ویدیو رو تماشا کنید. آخر ویدیو هم تغییراتی که به iPadOS 17 مربوط میشه اشاره میکنم و اگه آیپد دارید و براتون جالبه که بدونید توی iPadOS 17 باید شاهد چه تغییراتی باشید میتونید این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. باید بگم که اولین نسخه آزمایشی iOS 17 که این هفته عرضه شده فقط برای توسعه دهنده نسخه بتای عمومی اون قرار تو ماه جولای عرضه بشه یعنی یک ماه دیگه حدودا و نسخه نهاییش رو اپل طبق معمول قول داده که تای پاییز برای عموم عرضه بکنه. وقتی که اپل اینو میگه یعنی شهری بر ما هم موقع که آیفون های جدید عرضه میشن احتمالا نسخه نهایی آیس 17 و نسخه عمومیش برای همه عرضه میشه و قابل دانلود میشه من بهش کس توصیه نمی کنم که نسخه آزمایشی روی دستگاه اصلی خودش نصب بکنه ولی اگه قصد انجام این کار رو دارید خیلی امسال آسونش کرد اپل کافی که عضو برنامه دیولپر رایگان اپل باشید یعنی برای این کار کافی که تو سایت دیولپر اپل با اپل آی تون لاگین بشید اون ترمز اند کاندیشنش رو قبول کنید و بعد توی بخش سافت ور آپدیت آیفون یا آیپدتون آی او 17 رو که انتخاب کنید برای آپدیت بتا آپدیتش براتون میاد و میتونید این آپدیت رو انجام بدید. ساپورت چند مدل از آیفون با این نسخه از iOS قطع میشه که میشه آیفون 8، 8 پلاس و آیفون 10 و در واقع آیفون های 2018 به بعد یعنی 10S و 10R به بعد این آپدیت رو دریافت خواهند کرد. پس اگه کاربر آیفون 10، 8 یا 8 پلاس هستید دیگه با iOS 17 آپدیت نمیشه آیفونتون ولی اپل معمولا برای iOS 16 قرار آپدیت های دیگه بده که آپدیت های امنیتی رو گوشی شما بتونه دریافت بکنه. بریم بالا سر آیفون من تا تک تک تغییرات رو بهتون نشون بدم تا شما هم با این تغییرات آشنا بشید. خب ما شروع میکنیم مورد تغییرات به همون ترتیبی که اپل توی مراسمش معرفی کرده و بعدم میرسیم به چیزای جزئی تری که به اشاره نشده بود اولین اپی که تغییراتش نشون داده شد اپ فون بود با قابلیت جدید به اسم کانتکت پوستر که این به شما اجازه میده برای هر کانتکتی که دارید یه پوستر بسازید که وقتی با شما تماس میگیره اون پوستر به شما نشون داده باشه حالا پوسترش میتونه یه متن نشون بده یه عکس ازش نشون بده یا یه میموجی نشون بده مثلا اینجا ما ای کانتکت تستی داریم برای این کار کافیه ادیتو بزنید اول براش یه عکس بعد انتخاب کنید که حالا مثلا من یه دونه میموجی براش انتخاب میکنم یه حالت میموجی رو انتخاب میکنم این میشه عکسش این هیچی این توی بخش مسیج و اینا براش استفاده میشه ولی بعد میرسید به بخش پوستر که میتونید کاستماایز کنید دوباره یه میموجی براش انتخاب میکنم اینجا میتونم یه رنگ انتخاب کنم برای بک هر رنگی که بخواید فونتش رو تغییر بدم مثلا این فونت رو انتخاب میکنم زخامت فونت رو تغییر میتونم بدم هر رنگی که بخوام میتونم برای فونت انتخاب کنم و در نهایت اینو که سیو کنم از این به بعد این کانتکت با من تماس بگیره این شکل به من نشون داده میشه و کافی کانتینیو بزنم تا ذخیره بشه براش و نکته که وجود داره اینه که خودتونم برای خودتون میتونید یه پوستر درست کنید و با کانتکت های خودتون به صورت اتوماتیک به اشتراک بذارید یعنی هر کسی که شماره شمارش رو شما توی کانتکتتون داشته باشید و اونم شماره شما رو داشته باشه پوستری که خودتون برای خودتون ساختید برای اون شخص هم آپدیت میشه حالا خودش هم میتونه انتخاب کنه که براتون یه پوستر بسازه ولی به صورت خودکار پوستر خودتون باهاش به اشتراک گذاشته میشه. یه قابلیت دیگه که به فون اضافه شده قابلیت لایو وایس میل. خب تا قبل از این وایس میل یا پیامگیر صوتی روی آیفون وجود داشت. روی بعضی از اپراتورها فعال بود خارج از ایران. طبعا همه اپراتورهای خارج ایران قابلیت وایس میل رو دارن ولی حالا اپل اومده قابلیت لایو وایس میل رو اضافه کرده وقتی کسی با شما داره تماس میگیره دکمه وایس میل حین تماس به شما نشون داده میشه اگه اون رو بزنید اتوماتیک اون فرد رو میفرسته به وایس میل و حرفی که اون شخص داره اون طرف تلفن میزنه رو به صورت زنده به عنوان پیام و برای شما به صورت زنده مینویسه و میتونید تشخیص بدید که اگه کار فوری داره همون موقع جوابش رو بدید و نذارید تماسش بی جواب بمونه بعدش هم باز اگه نایده باشید توی بخش ریسنت کال همون متن وایس میل رو براتون مینویسه یا میتونید به اون پیغام گوش بدید قابلیت خیلی خوبی تو ایران هم کار میکنه اگه بخواید ازش استفاده کنید مثل وایس میل نیست که نیاز به اپراتور داشته باشه روی خود آیفون اتفاق میفته همه چی بعد از اون نوبت آی مسیج یه سری تغییرات داشته اول از همه این یو آی و ظاهر بخش اپ های آی مسیج تغییر پیدا کرده دیگه اینجا نیستن که دم دست باشن برش کافی این دکمه بالا بزنید اینجا یه لیست از فانشنهای خود آیمسج اول میبینید که دوربین عکساتونه استیکراس وایس مسجه فرستادن لوکیشنه و اگه برید پایین اپستور آیمسج رو میبینید باقی اپهایی که از اپستور آیمسج میشه نصب کرد یه قابلیت جدیدی که اپل اضافه کرده قابلیت چکینه که به شما اجازه میده نه تنها لوکیشن زنده رو با یه دوست یا فرد مورد اطمینان به اشتراک بذارید بلکه یه سری اطلاعات بیشتر مثل درصد باتری آیفون و اپل واچتون یا درصد آنتن آیفونتون رو باش به صورت زنده به اشتراک میذاره یه حالت فول هم داره که اگه اون رو انتخاب کنید توی اون حالت آخرین باری که آیفون رو آنلاک کردی یا از اپل واچتون ساعت رو چک کردید رو هم به اون شخص اعلام میکنه تا اگه توی مسیری هستید و نگرانید یه فرد مورد اطمینانی بتونه این وضعیت شما رو به صورت زنده دنبال کنه مقصدتون رو هم ست میکنید همون اول و اگه از مسیر دور بشید برای اون شخص پیغام میره که دیگه شما توی مسیر خودتون نیستید یه قابلیت دیگه که با این مسیج اضافه شده قابلیت کچاپ کردن با گروپ چت هاست. قبل از این اگه وارد گروه چت آی مسج میشدین خود به خود میبردتون آخرین پیام و بعد میگشتید پیدا کنید تا کجای پیام ها رو خوندید الان دیگه میبرتتون از سر اونجا که نخونده دارید پیام ها رو یه قالت دیگه سوایپ کردن برای ریپلای به پیام هاست خب اینو واتساپ و تلگرام داشتن الان توی آی مسج هم کافیه به این سمت روی پیامی سوایپ کنید و میتونید ریپلای خودتون رو به اون پیام تایپ کنید بخش سرچ آی مسج هم بهتر شده میتونید بین چند تا کانتکت سرچ کنید روی محتوا سرچ کنید توی متن داخل عکس سرچ کنید خلاصش سرچش خیلی بهتر شده قابلیت شیر کردن لوکیشن هم بهتر شده تا قبل از این از فاین مای کمک میگرفت برای فرستادن لوکیشن الان توی خود پیام به صورت یک پیام لوکیشن رو میفرسته اگه وایس مسیجی بفرستید خب طبیعتاً باید انگلیسی باشه همین هم قابلیت لایو وایس میل که گفتم فقط با انگلیسی فعلا کار میکنن ولی اگه یک وایس انگلیسی بفرستید اون متنی که گفته شده رو خودش به صورت تکست در میاره براتون اون زیرش این رو هم تلگرام چند وقتیه که داره ساپورت میکنه مورد بعدی که خیلی تغییر پیدا کرده قابلیت استیکراس توی آی مسیج و توی این بخش رفته وقتی استیکر انتخاب کنید این حالت رو میبینید خب این ورترش که اپای آی مسیجی که استیکر داشتن رو میتونید ببینید مثل خود میموجیا ولی یه بخش استیکر اضافه شده که به شما اجازه میده از بین عکساتون استیکر بسازید کافی این نیو استیکر رو بزنید یه دونه عکس از عکساتون انتخاب کنید خودشون جسم رو توش تغییر میده از استیکر رو که بزنید اینو به عنوان یه استیکر انتخاب میکنه که کافیه روش بزنید و از این بعد میتونید به عنوان یه استیکر برای هر شخصی که خواستید توی آی مسیج اون رو بفرستید مورد دیگه که وجود داره اینه که سه تا میموجی جدید اضافه شده که در واقع این سه تا که اینجا میبینید اینو اینو این, و این, و این. که خب این هم خالی از لطف نیست یه چیز جدیدی که به میموجی اضافه شده اما راجع به استیکرا یه نکته که وجود داره اینه که تو کل سیستم اینا کار میکنن شما کافی کیبورد ایموجیتون تون رو توی هر اپلیکیشنی که انتخاب کنید این استیکرا که اینجا بسازید رو همونجا هم میتونید بسازید همونجا هم میتونید انتخاب کنید پس از این استیکرا توی تلگرام و واتس و اینستاگرام و اینا همه جا میتونید استفاده کنید یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که کیبورد ایموجی تون همه ایموجی رو به معنی استیکر در اومده مثلا من میخوام این رو به معنی استیکر در جواب این پیام بدم کافی اینو بندازم روش و این به عنوان یه استیکر ارسال میشه پس هر ایموجی توی iOS 17 استیکر شده مثلا توی استوری اینستاگرام هم میتونید ایموجی ها رو نگه دارید روشونو بندازید روی استوریتون به عنوان یه استیکر استیکر به صورت زنده هم میتونن باشن یعنی اگه یه لایو فوتو انتخاب کنید از بین عکساتون اون وقت اون به عنوان یه دونه لایو استیکر در واقع در میاد که حالا من الان ندارم اینجا بهتون نشون بدم ولی جالبه میتونید بهشون افکت هم بدید مثلا دورش خطی بکشید یا ظاهرش رو تغییر بدید و اینا کلا خیلی امکانات جالبی رو در اختیارتون قرار میده که میتونید از هر عکسی یه استیکر و توی کل سیستم iOS ازش استفاده کنید اپلیکیشن بعدی اپلیکیشن فیس تایمه که به این هم چند تا قابلیت اضافه شده یکیش اینه که میتونید پیغام بذارید به کسی که جوابتون رو نداده اگه با کسی فیس تایم تماس بگیرید و جوابتون رو نده میتونید پیام ویدیویی براش ضبط کنید و بفرستید مورد بعدی ریاکشن با دست که چند تا ریاکشن اضافه شده که خودش به صورت خودکار تشخیص میده مثلا اگه لایک نشون بدید تو حین تماس یا لایک کنار صورت شما اضافه میکنه یا دیسلایک میتونید بکنید با دو تا دست میتونید لایک بکنید علامت پیس رو میتونید نشون بدید مثلا یه سری بادکنک باد کنک میاد رو تصویر با دو تا دست نشون بدید جشن و شادی میکنه و اینا یه سری انیمیشن های باحال داره توی فیس خیلی خوب کار میکنه من امتحانش کردم چند بار و جالب بوده برای مورد مدی ما نیاز به شارژر داریم از این به بعد توی iOS 17 اگه آیفونتون رو به شارژ بزنید توی حالت لند قرار بگیره این حالت استندبای براتون فعال میشه که قابلیت شخصی سازی هم داره کافی روش چند ثانیه نگه دارید و این ترهای مختلف رو میبینید از لایو اکتیویتی ها پشتیبانی میکنه میتونید بهش ویجت های لاک اسکرین رو اضافه کنید و طرحهای مختلفی هم داره برای نشون دادن ساعت و پیاما بهتون مثلا این حالت دیجیتالشه و کلا قابلیت شخصی سازی داره و خیلی خوبه و میتونید هر کدوم رو که بخواید انتخاب کنید توی این حالت از سیری هم پشتیبانی میکنه کافیه که سیری رو صدا کنید میتونید هر درخواستی از سیری دارین بهش بگید و به براتون انجام بده قابلیت دیگهی که به iOS 17 اضافه شده ویجت های اینترکتیو این که روی هوم اسکرینتون میتونید قرار بدید حالا میتونن اینتراکتیو هم باشن میتونید باشون یه کاری انجام بدید به طور مثال الان ویجت میوزیک خود اپل دیگه دکمه پلی و پاز داره اگه رو پلی بزنید میتونید آهنگ رو پلی کنید و بعدم پاز کنید که خیلی قابلیتیه که کاش از روز اول بود ولی الان اضافه شده و از این به بعد می اپا میتونن آپدیت بشن و ویجتای اینطوری داشته باشن اما قابلیت بعدی که خیلی چند سال منتظرشن اینه که چند تا تایمر با هم همزمان داشته باشن و بتونن رو لیبل بذارن براشون و از چند تا تایمر استفاده کنن این قابلیت به iOS 17 اضافه شده مثلا من یه تایمر 10 دقیقه شروع میکنم بعد میتونم بیام اینجا یه تایمر 12 دقیقه به اسم دو شروع بکنم و بعد یه تایمر مثلا 15 16 دقیقه هم به اسم 16 شروع بکنم این سه تا با هم کار میکنن و حتی وقتی که سفر رو قفل کنم روی لاک اسکرین هر سه تاشون به من نشون داده میشه کافیه روشون بزنم هر سه تا لایو اکتیویتی داره میتونید هر کدوم بخواید حذف کنید و پاس کنید و اینا روی آلویز دیسپلی آیفون یکیشون رو نشون میده و این قابلیتی که خیلی سال بود نبود ولی به هر حال اضافه شده توی iOS 17 و احتمالا به درد همه هم میخوره قابلیت ایردراپ یه سری ویژگی جدید داره که هنوز توی این نسخه اولیه بتا نیومده یکیش نیم دراپه که شما اون کانتکت کارت خودتون با رو با مشخصاتتون مثل شماره تلفن و ایمیل و راه های تماستون آپدیت میکنید و بعد کافیه دوتا آیفون رو به هم کنار هم قرار بدید کانتکت کارت شما با اون شخص جابجا جا میشه هم کانتکت اون شخص برای شما میاد هم کانتکت شما برای اون شخص میره و میتونید با هم اطلاعاتتون رو به اشتراک بذارید مورد اینه که ایردراپ هم میتونید با هم شیر کنید مثلا توی اپ فوتوز چند تا عکس رو که انتخاب کنید بعد گوشی گوشیتون رو به گوشی دوستتون بزنید خودش به صورت خودکار ایردراپ رو شروع میکنه و اون محتوا رو برای اون شخص میفرسته که گوشی رو بهش زدید مورد بعد اینه که برای ایردراپ دیگه لازم نیست حتما نزدیک هم باشید کافی ایردراپ رو شروع کنید ولی اگر از هم فاصله بگیرید و دیگه تو رنج هم دیگه نباشید خودش از طریق آی کلاود شروع میکنه با اینترنت محتوا رو آپلود کردن بعد روی گوشی اون شخص شروع میکنه به دانلود شدن این ضربه زدن گوش به هم دیگه به بخش شیر پلی هم اومده مثلا اگه یه موزیکی رو دارید خودتون گوش میدید کافیه گوشیتون رو به گوش دوستتون بزنید و از طریق شیر پلی اون موزیک بر اون شخص هم شروع به پخش شدن میکنه که اینا ویژگی جالبیه مورد بعدی اپلیکیشن جورناله که اپل گفته تا پایان سال قرار با اضافه بشه و توی نسخه آزمایشی قرار نداره احتمالا با آپدیت 17.1 یا 17.2 بیاد برای ثبت خاطره است خیلی ویژگی جالبی داره اما چیزی که تو این نسخه وجود داره قابلیت منتال ویل بینگه که به اپلیکیشن هل اضافه شده که میتونید برید تو این بخش یه بخش استیت آف مایند داره که هم روی آیفون هست هم روی اپل واچ و میتونید گزینه لاگ رو بزنید از حس و حال لحظه ایتون یا حس و حال کلی روزتون بگید بگید که حال خوبی داشتید یا حال خوبی نداشتید و دلیل حال خوبتون چی بوده و میتونید اینا رو ذخیره کنید و بعد اینکه ذخیره کنید میتونید توی یه چارت وضعیت حال و احوال خودتون رو طی ماه و سال و هفته و اینا ببینید که ویژگی جالبیه کیبورد iOS هم اتوکرکت بهتری داره الان دیگه با سبک نوشتار خودتون تعلیم میبینه و یه سری کلمات رو که اپل فیلتر میکرد دیگه نمیکنه با این حساب و میتونه با نحوه تایپ شما آشنا بشه و بهتون پیشنهاد بده توی خیلی از اپلیکیشن ها میتونه جمله ها رو بهتون پیشنهاد بده مثلا من یه جمله نوشتم کافی تیرو بزنم خودش تو رو پیشنهاد میده و میتونه جمله ها رو کامل بکنه مورد بعدی اپلیکیشن سافاریه که یه سری قابلیت به اضافه شده یک کیش قابلیت پروفایل هاست شما میتونید برای موقعیت های مختلف پروفایل های مختلف داشته باشید مثلا یه پروفایل کاری برای خودتون درست کنید مثلا اسمش رو میذارم ورک یالا یه رنگی هم بهش میدم و اینا و این پروفایل های مختلف هیستوری های جدا از هم دارن اکستنشن های مختلف از هم دارن تب گروپ هاشون از هم دیگه مختلفه کوکی هاشون با هم دیگه مشترک نیست حتی و حتی بوکمارک ها و های مختلفی دارن به جز این اپل سرچ رو خیلی سریعتر کرده مورد دیگه که اضافه کرده به سافاری قابلیت پرایوته که وقتی میرید داخلش قفل و با استفاده از فیس آیدی بعد آنلاکش بکنید تا پرایوت براوزینگ باز بشه براتون و همینطور یه مورد خیلی خوب دیگه که اضافه شده اینه که تا الان وقتی سایتی کد تایید دو مرحله میخواست از اسمس ام براتون به صورت خودکار کودش رو وارد میکرد حالا از طریق ایمیل هم این اتفاق میافته و اگه کدی رو از طریق ایمیل دریافت کنید خود iOS به صورت خودکار اون کد رو براتون پر میکنه همینطور یه گزینه کلین اپ اضافه شده که اگه روشنش کنید اون تکستا یا ایمیلایی که برای کدای تایید دو مرحله هست تو iOS به کمک اونا کد رو وارد میکنه به صورت خودکار اون پیام دیگه خودش بعدش پاک میکنه تا دیگه جایی برشون از شما اشغال نکنه مورد دیگه هم که اضافه شده اینه که میتونید پسورد رو از طریق سeting توی همین بخش پسورد با کانتکتاتون به اشتراک بذارید که خیلی به در بخوره اپ میوزیک هم مثل تغییرات خوب داشته اولش اینه که شیر پلی رو میشه توی ماشین استفاده کرد مثلا اگه توی سفری هستید و گوشه یه نفر به ماشین وصله اون شخص میتونه موزیک رو شروع کنه به پخش کردن و باقی کسایی که تو ماشین هستن از طریق شیر پلی آهنگ ها رو لیست کنن و به ترتیب هر کسی میخواد آهنگ خودش رو پخش کنه نیازی هم نیست که اشخاص دیگه سابسکرپشن اپل موزیک داشته باشن کافی اون شخص اصلی داشته باشه بقیه فقط میتونن از طریق میوزیک آهنگایی که میخوان رو به کیو اضافه کنن تا پخش بشه. یه قابلیت دیگه ای که قرار تا پایان سال به اپل میوزیک اضافه بشه، پلیلیست های اشتراکیه که چند شخص میتونن به پلیلیست موزیک اضافه کنن همونطور که گفتم تا پایان سال قرار اضافه بشه توی این نسخه فعلا حضور نداره یه سری قابلیت دیگه هم هست که الان وجود داره مثل قابلیت کراس که بین دو تا آهنگ به هم دیگه وصل بشن سپاتیفای اینو خیلی وقت داشته اپل میوزیک نداشت قابلیت جالبی بعضی دوست دارن و بخش ناو پلینگ هم و اون پلیرش برای بعضی از آهنگا که انیمیتد کاور آرت اپل میوزیک دارن تغییر پیدا کرده و اینطوری تمام صفحه میشه که ظاهر جالبی داره Airplay هم حالت هوشمند پیدا کرده چند بار که ازش استفاده کنید و متوجه بشید توی مکان خاص مثلا به اسپیکر پلی وست میشید خودش دیگه بهتون پیشنهاد میده که الان اگه بخواید میتونید مثلا از اسپیکرهای اتاقتون استفاده کنید یا از اسپیکرهای توی حالتون استفاده کنید که قابلت جالبیه هنوز نتونستم ازش استفاده کنم ایرپلی توی اتاقهای هتل ها هم معرفی شده که اگه هتل همکاری کنن با اپل میتونن از این استفاده کنن تا تلویزیون های اتاقاشون با یک QR کد. مردم بتونن اون QR کد اسکن کنن و ایرپلی محتواشون رو روی تلویزیون های اتاق های هتل ببینن مورد خوب بعدی که اضافه شده به اپلیکیشن مپس میتونید مپ هر شهری رو که بخواید به صورت آفلاین توی اپل مپس دانلود کنید و دیگه اگه اینترنت نداشته باشید هم اون مپ براتون دانلود شده باشه از قبل و دیگه نیازی به اینترنت کانکشن فعال نداشته باشید مورد بعدی برای خارج از ایران به درد میخوره و برای ایستگاه شارژ ماشین های برقی اپل مپس میتونه نشون بده که چند تا از ایستگاه شارژ خالی هستن مثلا اینی که من انتخاب کردم هر چهار تا ایستگاه شارژی که داره در دسترس و میشه ازشون استفاده کرد فرمان فعال کردن سیری هم تغییر پیدا کرده و دیگه هی hey سیری نیست و کافی سیری خالی رو بگید تا براتون فعال بشه و از این بعد میتونید پشت به پشت بهش فرمان بدید دیگه لازم نیست هر بار صداش کنید یک بار که صداش کنید فرمانتون رو میگید و بعد همینجوری پشت هم دیگه میتونید فرمان دیگه که دارید رو بهش بگید بدون اینکه نیاز باشه دوباره صداش کنید اسپاتلایت هم یه قابلیت جدیدی که داره اینه که یه سری بخش از داخل اپا رو میتونه بهتون پیشنهاد بده مثلا من وقتی فوتوزو سرچ میکنم خودش یه سری از آلبومای عکسامو همینجا نشون میده تا اگه زیاد از اینا استفاده میکنم از همینجا مستقیم بتونم وارد اون آلبوم بشم مثلا یه سری تغییرات جزئی دیگه مثلا اینه که اپلیکیشن ها یه سری مرور میکنن باهاتون دسترسی هایی که بهشون دادید و مثلا اگه به اپلیکیشن دسترسی به کل عکساتون داده باشید آیوس میاد یادتون میاره که این دسترسی رو دادید و ازتون میپرسه که آیا میخواید همچنان این دسترسی ادامه داشته باشه از طرف اون اپلیکیشن یه قالت دیگه که اضافه شده قالته پرسونال وایسه که آیس میاد به شما 15 دقیقه یه سری متن رو میده که از روش بخونید بعد یه نمونه از صدای شما تولید میکنه تا بعد هر متنی رو بدید از طرف قابلیت لایو اسپچ برای شما با صدای خودتون بخونه این قابلیت برای کسایی که بیماری دارن که قرار به زودی صداشون رو از دست بدن به درد میخوره تا صداشون رو ذخیره کنن توی دستگاه اپلشون و از اون اگر احیانا خدای نکرده صداشون از دست دادن بتونن با استفاده از این قابلیت هر متنی رو با صدای خودشون بخونن که اینجوری کار میکنه سه دکمه هوم رو میزنید این بخش میاد و بعد هر متنی رو که بنویسید با صدای خودتون براتون میخونه. Hello, hello. اپ ریمایندرز سری تغییر داشته که یکیش خیلی جالبه اونم اینه که اگه لیست خریدی داشته باشید طبیعتاً به انگلیسی خودش براتون دستبندی‌ها رو انجام میده. و اونا رو توی بخش‌های مختلف قرار میده که, وقتی سوپرمارکت رفتید بدونید هر کدوم از کدوم بخش باید پیدا کنید و خریدتون راحت‌تر انجام بشه. ویژه که جدید بعدی مربوط به PDF ها میشه که شما هر فایل PDF رو اگر روی ای آیفونتون از رو بعد باز کنید و مثلا اون PDF یه بخش امضا کردن یا اسم نوشتن داشته باشه، خود iOS اون رو به صورت خودکار تشخیص میده براتون و این دکمه که بزنید اون بخش‌ها رو براتون میاره و میتونید توشون تایپ کنید، سیوشون کنید و به هر بخشی که می‌خواید ببرید و برای کسی اگه می‌خواید ارسالشون بکنید. اپ فیتنس هم یه تغییر داشته برای کسایی که بیشتر اپل دارن شاید جالب باشه بخش شیرینگش تغییر کلی داشته اینجا اتفاقاتی که برای دوستاتون در طول روز افتاده خودش به صورت چند تا کارت در اومده ورزش های مختلفی که کردن اچیومنت هایی که کسب کردن و این بالا به صورت هایلایت بهتون نشون میده در مورد خودتونم این بخش آوارداش دیزاینش تغییر پیدا کرده و ظاهر کلیش یه ذره بهتر شده یه قابلیت دیگه برای ارتگ ها اضافه شده اونم اینه که اگه ارتگی رو روی وسیله استفاده میکنید که با کس دیگه به اشتراک میذاریدش میتونید اون ارتگ رو با کس دیگه شیر بکنید و اینطوری نوتیفیکیشن های ترکینگ ارتگ برای اون شخص دیگه نره وقتی شما پیشش نیستید و اینطوری چند اپل آیدی میتونن از یه ارتگ استفاده بکنن توی اپ هوم هم یه بخش جدید اضافه شده که هیستوری اکتیویتی ها رو میتونید ببینید که اگه کسی دری رو باز بسته کرده بود چراغی روشن خاموش کرده بود میتونید توی هیستوری ببینید که چه شخصی توی خونتون توی چه زمانی چه اکتیویتی رو انجام داده اگه از سرویس نیوز پلاس اپل استفاده میکنید جدول بهش اضافه شده و میتونید از این باید هر روز یه جدول جدید حل کنید با نیوز پلاس اپل آلبوم پیپل توی, اپل توی اپلیکیشن فوتوز دیگه پیپل نیست و تبدیل شده به پیپل و عکسای گربه ها و سگ ها رو هم تشخیص میده و اینطوری براشون یه آلبوم درست میکنه که میتونید براش اسم بذارید و مثلا اینجا یه گربه رو داریم که گربه دوست منه و رو تشخیص داده همه رو و توی یه آلبوم برامون قرار داده وقتی میخواد اپل آی رو یه دیوایس جدید ساینینگ کنید میتونید بدون رمز این کار انجام بدید با دیوایس های دیگه‌تون که نزدیکش باشن یا فقط با ایمیل و تلفنتون اپلیکیشن فری فرم هم یه سری قابلیت جدید بهش اضافه شده و یه سری قلم جدید داره و میتونید ازش استفاده کنید برای به اشتراک گذاشتن طرحایی که میکشید و چیزایی که مینویسید توی بخش اسکرین تایم آیفون و آیپد یه بخش اسکرین دیستنس اضافه شده که اگه روشنش بکنید اگه توی مدتی آیفون رو زیاد از حد به صورتتون نگه دارید این پیغام رو بهتون نشون میده که آیفون زیاد از حد نزدیک صورتتون بوده و باید حتما یکم بهش فاصله بدید تا این دکمه کانتینیو روشن بشه و بهتون اجازه بده که به کار کردن با آیفونتون ادامه بدید اپ شورتکاتس هم یه ذره ظاهرش تغییر پیدا کرده که راجع به شورتکاتس من میخوام یه ویدیو مفصل بسازم ازم خواسته بودن بعضی از دوستان که بهش بپردازم و شورتکات های خوبی رو بهتون معرفی کنم که حالا بهش میرسیم به اپلیکیشن والت هم یه سری قابلیت اضافه شده که احتمالا اکثرش تو ایران بهش دردی نمیخوره ولی یکیش اینه که خب پارسالی قابلیت اضافه شد که اوردرها که خرید کردید و بتونید توی اپ والت مستقیم ترک کنید ولی اونها فقط برای خریدایی بود که مستقیم از طریق اپل پی انجام شده بود حالا سایت میتونن یه گزینه اد والت اضافه کنن برای اوردراتون که اوردرتون رو از هر جایی که خریده باشید اضافه کنید به والت و از توی اپ والت ترکشون بکنید یه مورد دیگه هم اینه که اگه آیدی و کارت شناساییتون رو توی ایالتی توی آمریکا هستید که میتونید به والت اضافه بکنید حالا مراکز خرید هم میتونن از اتون آیدیتون رو از طریق والت بپذیرن که مثلا سنتون رو تایید کنن یا عکستون رو باش تایید کنن و این هم قابلیتی که قرار با iOS 17 اضافه بشه تغییر بعدی به اپستور اضافه شده و اگه اپلیکیشن رو بزنید که دانلود بشه حالا کنار این دایره که پر میشه مدت زمان باقی مونده ای دانلود و نصب اون اپلیکیشن هم بهتون نشون داده میشه مثلا الان برای کال اف دیوتی موبایل که من زدم دانلود بشه زده 1 دقیقه و 27 ثانیه مونده تا دانلودش تموم بشه که قابلیت خیلی خوبیه مخصوصا برای جایی که اینترنت خوبی ندارید میتونید متوجه بشید چقدر دیگه باید صبر کنید تا اپلیکیشن براتون نصب بشه یه گزینه جدید به کنترل سنتر اضافه شده به اسم پینگ مای اپل واچ که اگه بزنیدش اپل واچتون صدا میده عین همون گزینه که روی اپل قبل از این بود که آیفونتون رو پین کنید حالا میتونید با آیفونتون اپل رو هم پین کنید که صداش اینجوریه لاک اسکرین هم توی iOS 17 نسبت به نسخه قبلی خیلی فرقی نکرده خب یه کلکشن جدید برای این والپیپر جدید خود iOS 17 اضافه شده ولی فونت ها رو خیلی میتونید کاستومایز کنید جدیدن توی این نسخه و علاوه بر اون چند تا استایلی که قبل از این داشتید حالا میتونید فونت ها رو زخیمتر یا نازک هم بکنید و من خودم همه این حالت‌ها رو خیلی دوست دارم و خیلی خوبه که به شما اجازه میده زخامتش رو تغییر بدید. و این نکته بامزه‌ای که وجود داره اینه که اگه فونتتون رو اینقدر باریک انتخاب بکنید مثل این حالتی که من انتخاب کردم اینجا وقتی که به حالت always on بره آیفونتون آیفون 14 پروتون خودش فونتشو رو زخیم میکنه که از دور قابل خوندن باشه و وقتی روشن میشه خودش اون فونت نازکی میشه که انتخاب کرده بودید اما میرسیم به تغییرات آیپد اوس 17 تمام چیزایی که گفتم تو آیس 17 تو آیپد اوس 17 اکثرش وجود داره اما بزرگترین تغییری که آیپد او کرده اینه که والپیپر های جدید که پارسال با آیفون اضافه شده بود حالا به آیپد او اس اومده میتونید چند تا والپیپر مختلف داشته باشید دقیقا مثل آیفون خودش یه سری کلکشن از پیش تعیین شده داره این والپیپر جدید خود آیپد او اس 17 این یه والپیپر طرح هلوی خود اپل که توی چند رنگ مختلف میتونید انتخابش کنید خیلی قشنگه اینم والپیپر آیپد نسل اوله که اضافه شده و والپیپر های آیپد میتونن یه موشن افکتی داشته باشن که این خودشون رو داره و این ستاره ها وقتی آیفون آیپد رو آنلاک میکنید حرکت میکنن و از ویجت پشتیبانی میکنن شما توی این بخش میتونید ویجت های مختلفی بذارید مثل ساعت، ستاکس، درصد شارژ اپل واچتون، دمای هوا، کلندرتون اضافه کنید و اینجوری یه والپیپر جدید میسازید و به عنوان والپیپر خودتون میتونید قرارش بدید و این شکلی شبیه به آیفون شده. به جز لاک اسکرین جدید، یه قابلیت جدید به استیج منیجر آیپد اس اضافه شده. اونم اینه که پنجره رو دیگه میتونین هر سایزی که بخواین کوچیک و بزرگش کنین. مثل پارسال نیست که یه سری سایز از پیش تعیین شده داشته باشه. و به جز اینم به شما اجازه میده که آیپد اس وبکم یا میکروفون با یو اس پی سی وصل کنید و دیگه به صورت رسمی از این پشتیبانی میکنه این بود تغییراتی که توی iOS 17 و iPad OS 17 تا الان پیدا شده لازم به ذکره که بگم این اولین نسخه آزمایشیشه و معمولا تا این سمایی که نسخه آزمایشی از iOS عرضه میشه یه سری ویژگی حذف و اضافه میشن معمولا سر چیزا اضافه میشه پس اگه توی این ویدیو قابلیتی رو دیدید که هست تو توی این ویدیو بهش اشاره نشده احتمالاً دلیلش همینه که طی این چند نسخه بعدی آزمایشی اضافه شده اگه تغییر خیلی خاصی رخ بده من یه ویدیو دیگه در تکمیل این ویدیو قطعا میسازم ولی معمولا همه چیزایی که توی اول نسخه بتا هست مهمترین ویژگی هاست و توی نسخه نهایم همه اونها رو میبینیم من از اینکه تا انتها این ویدیو رو تماشا کردید اگر از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که اون رو لایک کنید با دوستاتون به اشتراک بذارید چنل رو هم سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید از خودتون مراقبت کنید و فعلا خدافظ